در فنلند شهرهای با جمعیت 15,000 نفری چند تایی هستند. این شهرها لاپوا، کانتیولاهتی، لاویسا، یولیویسکا، پاراینن و کوسامو هستند. زمانی که به فنلند آمدیم تقریباً 3 ماه استراحت نمودیم. بعد از آن من به کورس زبان فنلندی رفتم. با هم یک جا رفتیم، من و یونس. در گروپ های درسی جداگانه بودیم. در اولها زبان خیلی دشوار احساس می شد. هیچ چیزی نمی فهمیدیم. تازه به شهر آمده بودیم. همه چیز برای ما تازه بود. کم کم یاد گرفتیم تا با این امر بهتر بتوانیم بسازیم. نیم سال به کورس رفتم. بعد از آن در خانه ماندم. باردار بودم و با او در خانه ماندم. بعد از ولادت تقریبا 1.7 سال در خانه بودم. برگشتم که ادامه بدهم به درس خواندن. شروع کردم به خواندن درس حرفه آشپزی. درس خواندم و به تمرین کاری راه یافتم، جایی که با آشپزخانه محلی آشنا شدم. از آن دوران لذت زیادی بردم و مسائل تازه زیادی را یاد گرفتم. ما همیشه کار برای انجام دادن داشته ایم. هر یک شنبه در قهوه خانه صلیب سرخ فروشندگی می کردیم و در ایام تعطیلات تابستانی در فعالیت های ترتیب شده آنها شرکت کرده ایم. آنها برای ما قهوه خانه ترتیب می کردند و هر یک شنبه در آنجا فروشندگی می کردیم. مردم به شدت از غذاهای ما خوششان می آمد و دوباره می آمدند. نان و پختنی های شیرین را درست می کردیم. در آینده برنامه ریزی می کنیم رستوران عربی ایجاد کنیم. رستورانی که در آن غذاهای باشد که ما در سوریه داشتیم. امیدوار هستم که برنامه عملی شود. این منطقه را زیاد دوست دارم. اینجا مردم خوب هستند و آنها نیز ما را دوست دارند. می توان از ظاهر شخص دید که آیا از تو خوشش می آید. آنها همیشه بروی ما لبخند می زنند و سلام می کنند. من همیشه دوستان زیادی داشتم و او نیز دوستان دارد. اطفال نیز در مدرسه دوستان زیادی پیدا کردند. در شهر کوچک مسافت راه مدارس، مهد کودک ها، کودکستان ها، محل کار و سرگرمی ها کوتاه می باشد. برای اطفال امنیت بازی کردن و بزرگ شدن هست. با هم بودن قوه و انرژی مهمه است. تقریباً شهرهای با جمعیت 8,000 ساکن در فنلند بیشتر از 10 تا هستند. این شهرها نورمس، مینامکی، لاپی، سوامسالمی، لایهیا، پوداسیروی، آسیکالا و کمینما می باشند. ساکنین این شهر با کمال میل با مهاجرین ارتباط می گیرند و خیلی زیاد کمک کننده هستند. شیوه وفق و سازگاری یابی با مهاجرین در این شهر کاملا خوب می باشد و ما کمک زیادی شده است. من در این شهر دوستان زیادی دارم، در مدرسه و در میان دیگر ساکنین شهر. هنگام دریافت اجازه اقامت به دفتر خدمات مهاجرین رفتم و از طریق دفتر همه خدماتی را که نیاز داشتم دریافت نمودم. طور مثال چگونه فرم را خانه پوری می کنند، چگونه بل پرداخت می کنند و رزرو کردن وقتهای دکتر. بغیر از این تمام این خدمات را از اول به زبان مادری خودم دریافت نمودم، به خاطر این که زبان بلد بودنم کافی نبود.
بغیر از این همچنین در این دفتر خدمات دیگر نیز ارائه می شود. در اینجا فعالیت های سرگرم کننده و تفریحی ارائه می شود که باعث ادغام مهاجرین با جامعه فنلندی می شود. همیشه از این دفتر خدمات سریع دریافت می شود. در حال حاضر برای بهیاری درس می خورم و در آینده می خواهم برای پرستاری درسم را ادامه بدهم. این درس ها را شهر آولو تهیه می کند. رفتن از این شهر به آولو آسان است. اصلا دشوار نمی باشد. ارتباطات حمل و نقل اینجا خوب هستند و بر اساس اوقات تعیین شده رفت آمد می کنند و همچنین در مورد این چیزها هیچ احساس مشکلاتی نکردم. در این شهر خدمات خوب هستند و به آسانی در دسترس می باشند. مغازه ها نزدیک هستند و از مغازه ها می توان همه چیز را گرفت. خدمات مهاجرین خوب و سریع هستند. نسبت به شهرهای دیگر زیاد منتظر و در نوبت نمی باشم. در جاهایی که مجبور می شوی مدت طولانی در نوبت و منتظر بمانی. بغیر از این فعالیت های سرگرم کننده و تفریحی ارائه می شود و همچنین طبیعت اینجا خیلی زیبا می باشد. در اینجا آسانتر و سریعتر می توان به فعالیت های ورزشی و سرگرمی راه پیدا کرد. در شهر کوچک سکونت و ارتباطات حمل و نقل خوب است و خدمات کافی و عملی خوبه و امکانات سرگرمی زیاده وجود دارد.